هڅې پل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هېواد مټ نغښتې دی بچو. کانال قوشتېپه رویای میلیون ها انسان در جغرافیایی به نام افغانستان، کشوری که همواره نام آن با جنگ و عقبگرد همراه بوده و ساخت و ساز پروژه های بزرگ و پیشرفت و ترقی برای ساکنان آن یک رویا باقی مانده است. اما تطبیق کانال بزرگ آب زراعتی به نام قوشتېپه از سوی شرکت انکشاف ملی با حمایت امارت اسلامی و پیشرفت چشمگیر کار در آن، امیدواری ها را برای پیشرفت اقتصادی کشور زنده ساخته است. دمی ده ها کیلومتر که گشتیم، انجینیرای وطن خود دیدم، ماشینکارای وطن خود دیدم، لاری رانای وطن خود دیدم که با تمام عشق به وطن کار میکردن و هدف یگانه‌شان این بود که ما خودکفا شویم از نظر زراعت و سرسبز بسازیم این دشتای وسیع را، و آرزومند روز هستم که بیایم و کارهای سازنده این مردم به جهانیان برسانم. و امروز خوشبخت هستم که همو کارا میکنم، که ما این پروژه عظیمی را که ما در کنار از این استاد هستم به بخشای مختلف شیره دیدم و به مردم دنیا میگم که ما به عنوان ملت و ما به عنوان مردم همه چیز میتونیم انجام بدیم. فقط یک لحظه با ما فرصت بدین که نفس راحت بکشیم. بیش از 95% کندنکاری فاز اولین کانال تکمیل گردیده و آماده انتقال آب آمو به دشت های شمال کشور گردیده است. اما در جای دیگر این کانال، آبهایی که از زمین فوران کرده اند در حال لبریز شدن است و این گونه منظره را ایجاد کرده است و آمدن پرندگان به اینجا به زیبایی آن افزوده است. مر خدا شل کال قربانی ورکد مجاهدین و چوینم توی ولا دا زادی دا پارا و شرعی نظام دا پارا الحمدلله غراله. نو دا می فکر و دا می سوج و چه دا چنگ می وینا توی ولا وست با خوالا توی و دا می کس دا می اراده و کلا چه نم با بیا خوالا دا خپل و لست با خدمت خوالا توی و او چکم وقت می دا کانال ولدی احساس و پلوسه و روحیه می دیر زیاده قویست و چه الحمدلله چه ده تلان و اغا نغره جوندیس و اغا روحیه می دیر زیاده قویست و چه انشالله مور بده ده دنیا سر سیالان در دومر مضبوط پروژه ده، در دومر غط کرده چه سرای فکر نیشی کوله، یعنی ده خوشحالی چه ما نن احساس کرده او تاسی ما ولیده او دا لارو که ما دا مختلف زیون ولیده، بیا ما دا امو سیند ولیده او بیا اغا زیون ما ولیده چی تاسی دی منز که اغا زمکی جزمونگ لانده کرده وی او سیند پا منز که لارو او سرکون و که لارای بکی ورتلی. نو دا پروژه یعنی واقعا دا قدر ور خلکو جوره کرده دا. او زبا کل چی دی زینه لارم هر زیتا چی لارم زبا دا ورت ثابت کرم اگه دا حقیقت که آقا پروژه ده که افغانستان به تاریخ که در طول ملویه ده. کوههای ریگی که برداشتن آن از مسیر کانال زمان زیادی را در بر گرفت، اما حالا این مسیر برای انتقال آب آماده می شود و آن طرف آب دریای آمو منتظر روانه شدن به کانال قوشتېپه می باشد. در حال حاضر کار بالای ساخت 3 بخش مهم این کانال که ساخت سربند، ساخت پل خط آهن و پل جاده ترانزیتی حیرتان مزار می باشد، شبانه روزی و به گونه منظم جریان دارد. پل سرک حیرتان مزار در مسیر کانال قوشتېپه یکی از اساسی ترین ساختمان های مربوط این کانال می باشد که به طول 90 متر و عرض 11 متر با استانداردهای جهانی ساخته شده است. غلامی نکړو هر آن نفریش دو زند بی غور طوری که خودتان در جریان هستین، از نقطه صفری تا 108 کیلومتری کار جریان داره و اکثر نقاط 100% تکمیل شده. افسر در چند نقطه محدود کار باقی مانده که انشالله انقریب به اتمام خواهد رسید. برای ما یک چیز غیر قابل باور بود که از این دشتای سوزان مزار ما بتونیم از این یک کانال بکشیم، یک ساخت ساز کنیم، پل چیزا را بسازیم. اما خوشبختانه خود انجینرهای افغانستان که هیچ انجینر خارجی در تیم
شرکت انکشاف ملی نیستند توانستند که پروژه بزرگ و ساخت ساز استرکچرها را در اینجا مکمل بسازند. همچنان پل خط آهن حیرتان مزار نیز از ساختمان‌های مهم و اساسی فاز اول کانال قوشتیپه می باشد که به طول 116 متر و عرض 6.5 متر کار آن رو به تکمیل شدن است. از لحاظ کیفیت و کمیت انشالله که یک دو پل هیچ مشکل نخواهد داشت و با امید ازی که یک روز شاهد خواهد بودیم اینجا و با امید ازی که یک روز شاهد باشیم که آب در این مسیر ببینیم و آب به شکل و به مطمئن باشین که از لحاظ انجینری بریزی هم هایدرولیک انالیسیس و دیزاین بسیار به شکل درست شده، هم از لحاظ استراکچر بسیار به شکل درست بریزی انالیسیس و دیزاین شده. یعنی میتونه که این هر دو پل بسیار به شکل نرمال به شکل بسیار خوب امی مقدار جریان بسیار به شکل راحت و خوب از خود جریان بده و با هیچ نوع مشکل انشاءالله رو باید نخواهد شد. مسئولان شرکت انکشاف ملی هر از گاهی به منظور نظارت از کار و حمایت از کارگران از کانال قوشتیپه دیدن می کنند و این عمل باعث دلگرمی کارمندان و کارگران گردیده که کار فاز اول این کانال پیش از میعاد تعیین شده آن در حال تکمیل شدن است. سروی مسیر فاز دوم کانال که از ولسوالی دولت آباد بلخ الا ولسوالی اندخوی فاریاب می باشد جریان دارد و قرار است به زودی کار عملی آن از سوی شرکت انکشاف ملی آغاز گردد. قرار است در بخش کندنکاری فاز دوم این کانال هزاران ماشینری در کار شده و باعث کار آفرینی به هزاران تن از هموطنان ما گردد.